نقاشی‌های چند نسخه‌ای، ورق‌بازها، اثری از پل سزان. پل سزان متولد 1839، فرزند یک بانکدار ثروتمند بود و خلاف نظر پدرش راهی پاریس شد تا هنر بیاموزد. او در پاریس همسو با هنرمندان امپرسیونیست پیش رفت و آثارش را در کنار آنها در دو دور از نمایشگاه امپرسیونیست ها به نمایش گذاشت. وی اما با فاصله گرفتن از هنرمندان امپرسیونیست و گذر از شیوه امپرسیونیسم محض، خواستار خلق آثاری محکم و ماندنی همچون آثار موزه ها شد. وی برعکس بسیاری از نقاشان جوان معاصر خود در فرانسه از نظر مالی مشکلی نداشت. پس از مرگ پدرش نیز ثروت وی را به ارث برد و از آن در جهت پیشرفت در راه هنر بهره برد. سزان خود را از هیاهوی پاریس جدا کرد و در روستای پدری خود و دیگر محیط‌های روستایی به نقاشی پرداخت. آثار سزان در دوران زندگیش به جز در میان برخی از هنرمندان معاصر چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما با مرگ او در سال 1906، مردم و منتقدان و دیگر هنرمندان به ارزش هنر او پی بردند. در میان سالهای 1890 تا 1895، سزان شاهکار خود با عنوان ورق‌بازها را در 5 نسخه نقاشی کرد. او در این آثار خود افرادی را نشسته بر پشت یک میز و در حال بازی و رقابت ورق یا کارت تصویر کرده است. در 3 نسخه 2 ورق‌باز را بر پشت میز و بدون تماشاگر می‌بینیم. در یک نسخه 3 ورق‌باز به همراه 2 تماشاگر و در نسخه دیگر 3 ورق‌باز به همراه 1 تماشاگر نقاشی شده است. اکنون 4 نسخه از این نقاشی در مالکیت 4 موزه، یعنی موزه متروپولیتن در نیویورک، مؤسسه هنر کورتالد در لندن، موزه اورسی در پاریس و بنیاد فارنس در فیلادلفیا قرار دارند. نسخه دیگر از این مجموعه در سال 2011 توسط خانواده سلطنتی قطر در یک معامله خصوصی به قیمت حدود 250 میلیون دلار خریداری شد. این تابلو در لیست گرانترین آثار هنری تاریخ در رده 3 قرار دارد.